بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید شاگرد های عزیز به مجموعه درس های آرار شمس لندن اکادمی. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید. دکتر احمد زوبین کوهستانی هستم. امروز موضوع را که همراه تان به مطالعه میگیریم بیولوژی صنف 10، موضوع به نام پروتین ها، شحمیات و انواع مختلف مرکباتی که ما میتونیم در بدن و تولید انرژی میکنند. خب هر آن چیزی که براتون مزاحمت میکنه، موبایل است، تلویزیون است و هر آن چیزی که ذهنتان را مغشوش میکنه، میتونی از پیش خود کنار بگذاره و متوجه درسایتون باشه تا درس درست یاد بگیره. حال ما میریم به تخته. پیش از اینکه ما درس براتون توسط کارامل نشون بدیم، ویدیو گرافیکی نشون بدیم، به تخته میریم میبینیم که براتون توضیح میدم که پروتئین ها چی است، چه وظایف در بدن انجام میدن. خب شاگرد عزیز، امروز موضوعی که ما میخوایم امرایتون صحبت کنیم مرکبات عضوی بود، بعضا انواعش خواندیم. حالا امروز پروتئین ها را میخوایم که خود پروتئین ها چی است. پیش از اینکه پروتئین ها را بخوانیم یک تعریفش میکنم. پروتئین ها عبارت از مواد مغلق و پیچیده است که از عناصر چون کربن، هیدروژن و آنهیدروژن به وجود آمده است. بر علاوه از این کربن، عناصر سلفر، فسفرس و نایتروژن هم دیگر رول داره. عناصر مانند کربن، هیدروژن و اکسیژن. اکسیژن که از اجزای تشکیل دهنده پروتئین است. بر علاوه از یا برتون گفته نایتروژن، فسفر و سلفر هم نیز در خود ساختمان یا ترکیب پروتئین ها چی که در رول و نقش مهمه داره. خود پروتئین ها که از مولکول های بزرگ است. پروتئین ها که از مولکول های بزرگ است، از مجموعه امینو اسید ها. از مجموعه امینو اسید ها چی میشه؟ تشکیل میشه مجموعه چندین امینو اسید با هم دیگه یک جا میشه، یک پروتئین میسازن. میتونه زنجیر امینو اسید طویل باشه، از هزار نوع امینو اسید یک پروتئین جوشته باشه. میتونه از دو یا چندین امینو اسید از پروتئین ساخته شده باشه که این مجموعه تشکیل دهنده خود امینو اسید ها رو تشکیل میده. خود امینو اسید ها چی تشکیل شده؟ امینو اسید ها مانند پروتئین ها از عناصر مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن، نایتروژن، سلفر، این مرکبات هستند که چی از خود امینو اسید ها رو تشکیل میده. در بدن انسان تا به حال 20 نوع امینو اسید شناسایی شده. 20 نوع امینو اسید در بدن ما شناسایی شده. امینو اسید ها به دو بخش تقسیم میشه. یک، امینو اسید های اساسی بدن، امینو اسید های غیر اساسی بدن. زمانی که ما غذا را میخوریم، معده او را هضم میکنه. در روده های بزرگ امینو اسید ها جذب میشه و توسط دوران خون به حجره انتقال داده میشه. حجره نظر به اینکه کدام نوع پروتئین ضرورت داره، او را چی میکنه؟ میسازه. مسئول ساختنش هم گفتیم کدام چیز رایبوزم است. رایبوزم او را توسط بخش ER میگیره، توسط گرانولار ER رایبوزم او را میگیره، از جام گلجی را چی میکنه؟ پکیج بسته بندی میکنه که چرا پروتئین در وجود ساخته شوه، تا از او چی کنه؟ از او استفاده کنه. پس به میخاطر زمان در بدن ما دو نوع امینو اسید وجود داره، امینو اسید های اساسی، امینو اسید غیر اساسی. امینو اسید های اساسی چیست؟ امینو اسید های اساسی عبارت امینو اسید هایی است که بدن قادر به تولید کردن آنها نیست، او را باید چی کنیم؟ از مواد غذایی بدن دریافت کنه. امینو اسید های غیر اساسی عبارت از امینو اسید هایی است که بدن او را خودش میتونه که ترکیب کنه یا جور کنه. ضرورت به این است که از بیرون او را ما باید بگیریم. به می خاطر به خاطر به وجود آمدن امینو اسید های اساسی، ما تغذیه سالم بسیار نیاز داریم. باید غذا استفاده کنیم که مجموعه امینو اسید های زیاد باشه، ویتامین های زیاد باشه، تا بدن چی کنه؟ به طور درست از او استفاده کنه. نظر به نوعیت و تشکیل امینو اسید ها، پروتئین ها هم به دو بخش تقسیم میشه. زمانی که امینو اسید تشکیل شد، پروتئین ها هم از نظر از این به دو بخش تقسیم میشه. یک، پروتئین هایی که از امینو اسید های اساسی ساخته میشه. پروتئین هایی که از امینو اسید های اساسی ساخته میشه و دوم، پروتئین هایی که از امینو اسید غیر اساسی ساخته میشه. پس به نظر به نوعیت ای که چه رقم بدن
امینو اسید دریافت میکنه و چنا پروتئین میسازه بسیار ضروری عمده میباشه. ما پروتئین هایی داریم که از امینو اسید حسوی ساخته میشه، باید ما این امینو اسید رو چیکاریم؟ از بیرون بگیریم، از غذاها بگیریم. و پروتئین هایی داریم که از امینو اسید غیر حساسی یا نیمه حساسی ساخته میشه که مجموعی از پروتئین حساسی و نیمه غیر حساسی میباشه که اینا ما ضرورت نداریم که معمولا از بیرون میگیریم، چون خود پروتئین ها رو بدن امینو اسید تولید میکنه تا چیکونه برای بدن این پروتئین ها را بسازه. این بود بخش پروتئین ها که توضیح دادیم پروتئین های اساسی چی است، غیر اساسی چی است. ما این پروتئین ها را در کجا پیدا میکنیم؟ پروتئین های اساسی را ما میتونیم در محصولات حیوانی پیدا کنیم، مانند گوشت تخم است و هر آن چیز، شیر است، ماس است، تمام از چی داره؟ پروتئین های اساسی داره. و پروتئین های غیر اساسی در چی میتونیم ما پیدا کنیم؟ محصولات نباتی، محصولات غلجات است، حبوبات است، هر آن چیزی که مانند ترکاری و سبزیجات یا به شما میتونیم دریافتش کنیم. خب بخش دومش امین اسید های غیر اساسی از چی تشکیل میشه؟ خود امین اسید ها غیر اساسی ما میتونیم در محصولات نباتی دریافت کنیم، غلجات باشه، حبوبات باشه، نخود، لوبیا، تمام از چی داره؟ امین اسید های غیر اساسی داره که ما میتونیم از او دریافتش کنیم. پس از این ما نتیجه میگیریم که زمانی که چندین زنجیر امینو اسید با هم دیگه یک جا میشه، وایت ها، مولکول های بزرگتر و نام پروتئین ها میسازه. اگر ما بگیریم یک امینو اسید که چندین امینو اسید یک جای کنیم، یک پروتئین مشخص بسازه، اگر ما جای امینو اسید های حمیده تغییر بدیم، امینو اسید اول در دوم بیاریم، دوم در سوم بیاریم، این چی میکنه؟ در شکل و وظیفه پروتئین تغییر بسیار کلی را میاره. یعنی اگر ما جای پروتئین امینو اسید رو تغییر بدیم، شکل پروتئین ها و وظیفه و کارکرد چی میکنه؟ تغییر بسیار وسیع را به میان میآوره. پس این بود درس پروتئین ها که پروتئین ها را فهمیدیم از چی ساخته شده، چی وظیفه داره، تعریف شفا میدیم، چند نوع از خود از تشکیلشان چی چیزا با وجود میایه. عنوان بعدی ما شحمیات است. شحمیات چیست؟ خود شحمیات اگر تعریف کنیم، شحمیات یا چربی از یک جا شدن تیزاب های شحمی امراه با گلیسرول با وجود میایه. زمانی که تیزاب های شحمی با گلیسرول چی میشه؟ ترکیب میشه. شحمیات یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی در بدن میباشه. قسمی که از یک گرام شحم، از سوخت یک گرام شحم در بدن ما 9000 کالوری چی میشه؟ به وجود میاد. 9000 کالوری ساخته میشه از سوخت یک گرام شحم در بدن. 9000 کالوری تولید میشه، به عباره دیگه 9 کیلو کالوری چی میشه؟ از سوخت یک گرام شحم در بدن ما تولید میشه. از این میفهمیم که شحمیات مقدار بیشتر انرژی در بدن تولید میکنه. به خاطر از اینکه ما بتونیم براتون بگیم که چقدر شحمیات در بدن ما ارزش داره، مقایسش هم را قند ها میکنیم. از سوخت یک گرام قند در بدن ما 4000 کالوری چی به وجود میاد، به عبارت دیگه 4 کیلو کالری چی میشه به وجود میاد. پس میبینه میزان تولید انرژی در شحمیات دو برابر میزان انرژی در چی است؟ در قندها میباشه. پس میفهمیم که چقدر در زنجیره غذایی ما رول داره. حالا شحمیات رو تعریف کردیم که چی است. خود شحمیات هم میگه باش توضیح میدیم که ما شحمیات از کجا به دست بیاریم، کدام منبع داره شحمی میباشه، کدام غذاها داره منبع شحمی نیست، و اگر شحم در بدن بالا بره چی میشه، و اگر کاهش پیدا کنه چی میشه. خود شحمیات که هست ما میتونیم از چی ساخته شده، اگر ما بگیم از چی ساخته شده، از کربن اکسیژن و نایتروژن که از اجزای اساسی تشکیل دهنده شحم است. شحم از دو منبع میتونیم شحم را به دست بیاریم، منبع حیوانی، منبع نباتی. منبع حیوانی که از این نوع شحما که میباشه معمولا از نوع حیوانات به وجود میآید، یعنی شحم حیوانی میباشه که شکل چیره داره، شکل جامد می داشته باشه. و شحم نباتی که از منبع نباتی که مورد وجود میآید، چه شکل مایع را به خود داره. پس زمانی که ما یک شحم میبینیم که اگر شکل جامد داره، بدون از این که ما بفهمیم که از کدام از نبات به وجود آمده یا از حیوان به وجود آمده،
هم شکلش اگر بفهمیم میفهمیم اگر جامد بود حیوانی است، اگر مایع بود چی است؟ شحم نباتی میباشه. خود شحمیات که است یک از تامین کننده مهم انرژی در بدن است، باید در استفاده شحم بسیار ما معتاد باشیم، یعنی با احتیاط استفاده کنیم. اگر میزان شحم یا کلسترول در خون ما بالا بره، باعث چی میشه؟ حتی باعث مرگ میشه. مثلا زمانی که شحم در بدن بالا رفت، غلظت خون بالا میره، کلسترول خون بالا میره، این میاد در قسمت هایی که رگهای چی میشه؟ رگهای بدن تنگ میشه. مثلا نمونهش براتون در قلب میدیم، باعث به وجود آمدن پلاک های اسکلروتیک میشه. پلاک های اسکلروتیک پلاک های شحمی است که در جدار رگ میچسب. زمانی که کلسترول زیاد شد، HDL زیاد شد، VLDL زیاد شد و این انواع شحم‌ها زیاد شد، میاد در جدار پلک ها چی میشه؟ جدار خود رگ ها میچسبه و باعث به وجود آمدن پلک یا بندش در رگ ها میشه. زمانی که رگ بند کرد، رگ های قلب بند کرد، سبب بلاک های قلبی میشه، سبب به وجود آمدن اسکیمی های قلبی میشه، کم خونی ها در قلب میشه و بالاخره چی میشه؟ بند شدن نلکه های قلب به طور عامیانه برتون بگیم میشه و به وجود آمدن سکته های قلبی، بالاخره سبب مرگ میشه. پس اگر در میزان کلسترول خون استفاده شم دقیق صورت نگیری، حتی باعث مرگم شده میتونه. ای بود بخش شحمیات که برتان توضیح دادیم که شحمیات چی است، کدام منبع ها به دست میاد، کدام عناصر به دست میاد، اگر زیاد شوه باعث چی میشه، اگر کم شوه باعث چی میشه. عنوان بعدیم که ما همراهتان میخوانیم انزایم هاست. خود انزایم ها چی است، چی وظیفه را در بدن داره و به خاطر چی استفاده میشه در بدن، چی مفیدها در بدن داره. خود انزایم ها که از عبارت از مواد عضوی است که تمام تعاملات کیمیایی و بیولوژیک اونجا را چی میکنه؟ کوآردینیت یا هماهنگی میکنه. تعاملات کیمیایی و بیولوژیکی در حجره. انزایم ها توسط از چی میکنه؟ کنترل میکنه. انزایم ها جز مهم و اساسی مرکبات در بدن ما هستن. زمانی که ما انزایم ها در بدن ما فعالیت نکنه، بدن انسان اصلا نمیتونه به زندگی خود ادامه بده. خود انزایم ها به دو بخش تقسیم میشه، یکی انزایم های پروتئینی است یکی انزایم های ویتامینی است. انزایم های پروتئینی از مجموعه امین اسیدها به وجود می آید که در خود رول و عمده متابولیسم بدن بسیار نقش داره و انزایم های ویتامینی معمولا به طور عموم ویتامین بی کمپلکس. ویتامین بی کمپلکس که ویتامین های بی 1، بی 6، بی 12 است، در ساختن از این انزایم ها کمک میکنه. این دو نوع انزایم که از لازم ملزوم یک دیگر است، یعنی زمانی که ما انزایم های پروتئین در بدن فعالیت کنه، انزایم ویتامین نباشه، انزایم نمیتونه کار خود به درستی انجام بده. اما زمانی که انزایم های ویتامین در بدن باشه، انزایم های پروتئین نباشه، این نمیتونه کار خود در بدن انجام بده. خود انزایم ها گفتیم با دو بخش تقسیم، انزایم های پروتئینی است، انزایم های ویتامینی است. انزایم های پروتئینی از مجموع ترکیب امینو اسیدها ساخته میشه که چندین امینو اسید با هم دیگه یک جا میشه. چی میکنه؟ اگر انزایم پروتئینی رو میتونه به خاطر فعالیت های کیمیایی و تنظیم فعالیت های کیمیایی بیولوژیکی در بدن کمک کنه. و انزایم های ویتامینی، رو گفتیم معمولا از ویتامین، معمولا نه، به طور عموم از ویتامین بی کمپلکس، بیکمپسن بی 1، بی 6، بی 12 چی میشه؟ ترکیب میشه و این دو نه لازم ملزوم یکدیگرن. انزایم های پروتئینی بدون انزایم های ویتامین کار کردن نمیتونه و انزایم های ویتامین بدون انزایم های پروتئینی کار کردن نمیتونه. این بود بخش از انزایم ها و همچنین انزایم ها مرکبات عضوی است که تمام فعالیت های بیولوژیکی و متابولیک رو چی میکنه؟ کنترل میکنه. خب عنوان دیگه که همراهتون میخوایم صحبت کنیم خود تیزاب های عصبی است. دوباره تیزابای عصبی برای اولین بار در قرن 19 فریدریک میشر آمد نظریه داد که در هسته بر علاوه دیگر مواد، مواد تیزابی و پروتئینی از گوار به نام چون به نام نیکلیک اسید نامید، نیکلیتاید ها نامید. خود نیکلیتاید ها مجموعه از یک جا شدن چندین پروتئین است که یک نوع تیزاب عصبی در هسته میسازند. تیزاب های عصبی در هسته چه وظیفه دارند؟ وظیفه از یا خواص انتقال ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگه میباشه که خواص ژنتیکی چی میکنه؟ انتقال متوسط و نشو نمو انکشاف تمام از یه ماست چی میشه؟ خود مربوطه تیزاب های هستوی. تیزاب های هستوی که از با دو بخش تقسیم میشه، هم در حجرات حیوانی ما دیدش میتونیم، هم در حجرات
نباتی دیدش میتانیم و تیزاب های استوی از یک جا شدن چندین واحد که برام نیکلیتایت ها یاد میشه وجود خود نیکلیتایت ها از یک قند رایبوز پنج کاربن ساخته شده که با دو بخش تقسیم میشه. یکش دی این ای است، دیوکسی رایبونیک نیکلیک اسید و آر این ای است. رایبونیک نیکلیک اسید می باشه. حال این دو دانه از هم دیگه چی فرق داره و اول وظیفه از یه چیز این در بالای خود خواص ارثی را چی میکنه؟ از والدین به اطفال انتقال میده، منتقل میشه و فرقی ها در زنجیره که یار تشکیل داده از مثلا دی این ای از یک زنجیره ساخته شده که شامل ادنین است، گوانین است، تاینین است و سایتوزین میباشه. این زنجیره است که دی این ای را ساخته. اما آر این ای رایبونیوکلیک اسید از ادمینش یکی است، گوانینش یکی است، فقط در جای تاینین یوراسل آمده، در زنجیره یوراسل و سایتوزین. این یگانه چیز است که فرق دی این ای و آر این ای را چی کرده؟ فرق بین دی این ای و آر این ای را مشخص ساخته. یوراسل، یوراسل زمانی که در بین زنجیره از یک قرار گرفته دی این ای را به آر این ای تقسیم کرده. باید ما متوجه باشیم که در تمام هسته ها، در تمام حجرات مقدار دی این ای چی است؟ مقدار دی این ای مشخص است، اما مقدار آر این ای چی است؟ متفاوت است. مقدار آرنش متفاوت است. به هر اندازه که مقدار آرنه در یک حجره زیاد باشه، به مول اندازه مقدار پروتئین سازی در حجره چی میشه؟ زیادتر میباشه. و به هر اندازه کم باشه، مقدار پروتئین سازی کم میباشه. اگر یک حجره آر ان نداشته باشه، یعنی هیچ تعاملات پروتئین سازی در او صورت نمیگیره. این بود بخش تیزاب های هستوی که براتون گفتیم از چند بخش تقسیم شده، در کدام منبع میتونیم پیداش کنیم و فرق آدینه آرنه چی است، قند پنج کربنی رایبوز چی است و زمانی که در یک زنجیر طولانی یک تغییر بیاید دی این ای را به آرنه چه رقم تبدیل کرده میتونیم. خب در تخته براتون نشان دادیم که هر مرکب چی وظیفه خود داره. حال براتون یک ویدیو گرافیکی آماده کردیم تا شما کارکرد درست پروتئین ها در بدن بشناسید و از ترکیب چی چیزها به وجود میاد تمامش در ویدیو براتون واضح گفتیم. پروتئین ها تمام تنظیمات بیولوژیکی بدن را تنظیم میکنند و بعض انتقالات هموگلوبین میشود، بعض اش تعاملات کیمیایی را تسریع میبخشد، بعضی ها منبع کلاژن را میسازد. تمام اینها ارتباط مستقیم از هزاران مرکب ساخته شده که به نام امینو اسید مینامند میباشد. امینو اسید ها از کربن، اکسیژن، نایتروژن و هیدروژن و سلفر ساخته شده اند. سیلیسین نمونه از اینها است که تنها سر اضافه از یک گروپ امینو اسید کربوکسیل و سایر چینل ها که تمامشان همراه کربن یکجا شده اند و سایر چینل ها که خصوصیت امینو اسید را تغییر میدن، تمام امینو اسید با هم در ارتباط هستند. هیدروفیلیک امینو اسید چینل های سرخ اند که همراه آب یکجا ارتباط برقرار کرده نمیتوانند. هیدروفولیک امینو اسید این اسیدها همراه با آب ارتباط برقرار کرده می توانند. چارج امینو اسیدها یکی آنها داره چارج مثبت و دیگری داره چارج منفی می باشد، با چهار بخش تقسیم می شود: اولی، دومی، سومی و چهارمی. اولی پروتئین از یکجا شدن میل، جل و ایل که تمام ترکیبات آن را در دی ان ای هم شامل می باشد به وجود می آید و از ارتباطات اینها پروتئین مشترک به وجود می آید که به نام رابطه پیچیده یاد می شود و داره گروه کاربوکسیل و گروه امین اسید هم همه اینا با هم یک جا می شود یک پروتئین مشترک را می سازد. این چینل ها شامل کربن، اکسیژن، هیدروژن و نایتروژن است. خب آخرین بخشی که ما بخوایم همراهتون صحبت کنیم، ما با تختان براتون بعضی چیزا رو توضیح دادیم، در ویدیو گرافیکی هم بعضی موارد براتون گفتیم. حالا میرسه نوبت برازی که ما در کار عملی براتون بگیم که وظیفه هر عضو، وظیفه هر مرکب که عضو از اون فعالیت میکنه چه وظیفه را داره و با کدام موارد در بدن استفاده میشه. اولین چیزی که ما خوانده بودیم ما عنوان بود به نام پروتئین ها. خود پروتئین ها را گفته مواد مغلق و پیچیده است که از ترکیب هیدروژن، اکسیژن و نایتروژن در بدن چی میشه به وجود میاد. خود پروتئین ها زمانی که ما مثلا از تخم مرغ استفاده میکنیم آبی مقدار از پروتئین میباشه. زمانی که ما پروتئین میخوریم از استفاده میکنیم، امینو اسید ها توسط معده جذب میشه، هضم میشه، در روده های کوچک جذب میشه، به دوران خون انتقال میکنه و در حجره میره. مجموعه از امینو اسید ها با هم دیگه یک جای میشه، مرکب رو بنام چی میشه؟ بنام پروتئین ها رو میزه. پروتئین ها وظایف مختلف در بدن انجام میدن، نشو، نمو، انکشاف،
تکامل تمام از توسط چیز وظیفه پروتئین هاست. ما شحمیات خوانده بودیم که مثلا زمانی که ما از ماسک استفاده میکنیم، شحم بالا در کلسترول، بالا در تیزابهای شحمیش امر کلسترول یک جای میشه، چی میکنه؟ در بدن ما تولید انرژی میکنه. شحمیات بزرگترین منبع تولید کننده انرژی در بدن است. از یک گرم شحمی که در بدن ما لایز میشه تقریبا 9000 کالری یا 9 کیلو کالری چی میکنه به وجود میاد تا بدن ما چی کنه؟ انرژی بدن رو تامین کنه تا بدن از او استفاده کنه. این بخش شحمیات بود. و همچنین اگر ما از شحم زیاد استفاده کنیم، چی میشه؟ گلیسرول خون ما بالا میره. زمان گلیسرول خون ما بالا براتون گفتیم چی مشکلات به وجود میاد، حمله های قلبی و همچنان استروگ یا سکته های مغزی. تمام از این وظیفه چی است؟ وظیفه از این است که زمانی که کلسترول خون بالا بره، شحم بالا بره، در بدن وجود موجود میاد، باید در مصرف تمام از چی کنیم؟ دقت با دقت مصرف کنیم. و مواد دیگه که براتون گفته بودیم که بالاش تیزاب های حسبی بود، تیزاب های عصبی یا نیوکلیوتید ها رو براتون تقسیم بندی کردیم، کلاسیفیکیشن کردیم، دی ان ای آر ان ای چه براتون گفتیم، دی ان ای چه براتون گفتیم، از کدام 5 نوع کربوهیدرات و قند ها به وجود میاد، رایبوز به وجود میاد، و آر ان ای چه گفتیم، از کدام به وجود میاد، تفاوت هاشون بینشون براتون گفتیم. زمانی که مثلا ما یک مواد غذایی که مکمل باشه مانند شیر استفاده میکنیم، این میره به مجموع قند ها، ویتامین ها، پروتئین های بدن چی میکنه؟ تامین میکنه. که قند ها رو گفتیم از سوخت یک گرم قند در سال گذشته گفتیم 4 کیلو کالری به وجود میاد و وظیفه چی بود؟ تامین انرژی در بدن بود. همچنین پروتئین ها رو براتون گفتیم، شحمیات رو گفتیم. این بود درس عملی که براتون کار کردیم و وظایف تمام از اینا رو براتون گفتیم که هر کدوم از این چی وظیفه رو داره و مسئول تولید انرژی چی در بدن میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما که ما براتون به 3 مرحله تقسیم بندیش کرده بودیم. اول رفتیم به تخته براتون نشان دادیم، توضیح دادیم، بعد از اون یک ویدیو گرافیکی براتون آماده کردیم گفتیم، بعد از اون کار عملی کردیم که بر مواد غذایی براتون کار کرده، موادی که در بدن ما تامین انرژی میکنه به فهم شما. این بود درس امروز ما. خدا کنه از درس امروز ما چیز آموخته باشه و اطلاعاتتون اضافه شده باشه. کار خانگیتون این است که شما میرید فقط درباره پروتئین ها در نت سرچ میکنه، هر آن معلوماتی که شما پیدا کردید در کتابچه‌تون نوشته میکنه، در ساق شروع شما ما کارخانگی شما را چک میکنیم و از معلومات شما مفید مستفید میشیم. خدا کنه از درس ما چیز آموخته باشه. این بود درس ما. اگر سوال داری در کامنت میتونید امرا به اشتراک بذارید، ما سوالاتتون در کامنت تو جواب میدیم. خدا کنه پیروز و موفق باشی و ورزش فراموش نکنید زندگیتان. خداحافظ. خب اگر شما با کتاب ضرورت دارین، با قرطاسه ضرورت دارین، ضرورت نیست دیر روز از خوارهایتون بیرون شید و ما با تماس شوید، ما کتاب با طور رایگان با شما انتقال میدیم و به در منزلتان میریم تا شما از او بتون استفاده کنید و درسای ما را تعقیب کنید. و همچنان یادتان نره صفحات اجتماعی ما را لایک کنین، شیر کنین و تمام دوستانتان امرسانی کنین. موفق و کامگار باشین.